این فصل آخر و فصل دهم، فصل دهم برای کیهان شناسیه که کیهان رو در چارچوب نسبیت آمنشتن چطوری بررسی بکنیم. مدا من ترجیح دادم قبلا که بگیم از راجب کیهان از رصدهای نجومی چی داریم. وقت من تا به حال شاید عادت کردین به سلیقه من، وقتی که داریم از کیهان این کلمه رو به کار میبریم، کیهان به معنای هر اون چه هست اگر بدانیم، این چیز تعریف فیزیکی نیست. وقتی که نمیدونیم چی هست، اونجوری که میشناسیم شاید اونو بدونیم، ولی نمیدونیم ورای اون چی هست، مشکل بتوانیم تعریف جامع و معنی برای کیهان بکنیم، زیرا هیچ کس اشراف لازم و کافی به آنچه هست و نیست ندارد. انسان امروز به کمک اسباب و ابزار ابداعیش آسمان را از زمین و بیرون از اون رصد میکند و در 100 سال گذشته آگاهی های گسترده ای به دست آورده است، ولی هنوز نمیداند و ادعا نمیکند آنچه را که شناخته است همه کیهان، بخش قابل توجهی از کیهان یا اندکی از جهان بزرگی است که با آسانی یا دشواری یا هیچ وقت به آن دست نخواهد یافت. ببینید، این تذکر منو یادتون باشه، صحبت عوامانه نزنیم. وقتی که کسی از کیهان صحبت نمیکنه، هیچ فیزیکدانی نمیدونه از چی داره صحبت میکنه. اون وقت با ضرس قاطعم هیچ چیزی رو نه بگین و نه از کسی قبول بکنید، همیشه جای شک براتون باشه. از اسطوره های آفرینش اقوام که بگذاریم، از زمان بطلمیوس حدود 90 پیش از میلاد تا کوپرنیک قرن 15 و 16، زمین مرکز عالم دانسته می شد. 5 سیاره شناخته شده آن زمان ها، تیر، ناهید، بهرام، برجیس و کیوان، هر کدام فلکی داشتند. اینا فکر میکنم عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل باشه. شک دارم که برجیس زحل یا مشتریه و کیوان. استاد درست فرمودید، برجیس مشتریه، کیوان هم که زحله. خیلی خوب، فلک ها دور زمین اذیت میکنن اینا. ای بابا، بله، البته میدونی که اگر زمین رو مرکز عالم بدونیم، یعنی میتونیم مجاز هستیم بگیم که من در مختصاتم روی زمین میگذرم و میبینم که سیارات دور من میچرخن، ستاره ها میچرخن و بر مبنای اون حرکات پیچیده خواهد بود، بر مبنای اون حرکات پیچیده استنباط درست میتونم بکنم، کما اینکه پیشینیان با همین نجوم بطلمیوسی میتونستند خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، فصلها، پریسیشن مدارها، تقویم سیارات رو به درستی به دست بیارن و پیشبینی های نجومیشون هم کاملا درست بود. شما حق دارین که بگین که من مختصاتم روی زمین میخوام بگذارم و عالم رو از دید خودم در یه دستگاه مختصات چرخانه ببینم، ولی هیچ ایرادی نداره شما زمین رو مرکز عالم بدونید. ولی اگر مرکز عالم ندونین، تصویری که میبینین بسیار بسیار ساده تره. نظریه زمین مرکزی توصیف عالم از دید ناظر زمینی نظریه درستی است. احوال آسمان رو شامل آمدن و رفتن فصلها، طلوع و غروب خورشید و ماه و ستاره ها، گرفتگی ماه و خورشید را به درستی با دقت بسیار خوب پیش بینی می کند.
ولی می شود به جای زمین روی خورشید نشست و تصویر ساده تری از آسمان دید، البته برای منظومه شمسی. حالا بریم ببینیم چه کار بکنیم. تمام این علائم رو در کیهان خورشید مرکزی همه ستاره ها کم و بیش نسبت به خورشید ثابتند. سیاره ها و زمین دور خورشید می گردند. ماه دور زمین می چرخد. در نجوم اسلامی از استرلاب به زورقی ابوسعید سدزی قرن چهارم هجری، اول پنجم هجری معاصر عضدالدوله و ابوریحان بیرونی که بر پایه نظریه خورشید مرکزی ساخته شده بود سخن رفته است و ابو ریحان آن را ستوده است، ولی به نظر می رسد منجمین زمان آن را تنها یک شگرد صنعتی دانستند، نه واقعیت از دید ناظر مستقر در چارچوب مختصات لخت خارج از زمین. نظریه کوپرنیک نقطه عطفی در تاریخ نجوم است. خورشید در مرکز عالم قرار می گیرد، زمین مقام خود را از دست می دهد و در کنار سیارات دیگر می نشیند. این زمین مقام خودش از دست می دهد برای کلیسای مسیحیت بسیار بسیار ناگوار بود و اینکه گالیله رو محاکمه کردن و ناچار شد از چرخیدن زمین صرف نظر بکنه، یا مثلا جوردان و برونو رو سوزوندن به خاطر این بود که زمین رو از مقام خودش، این نظریه خورشید مرکزی زمین رو از مقام خودش و به تبع مسیحی کلیسا رو و به تبع ایدئولوژی مسیحیت که بر مبنای انسان شریفترین مخلوق آفریده شده اون رو از دست می داشت و بسیار گران بود برای کلیسا. کپلر قرن 16 و اوائل 17 بر مبنای رصدهای خود و دیگران سه قانون حرکت سیاره دور خورشید را مدون می کند. نیوتن تقریبا 100 سال بعد از کپلر که میاد آنها را به صورت قضیه ریاضی از نظریه گرانشی خود به دست می آورد. شما در مکانیکتون می خونید که تحت نیروی گرانش سیارات دور زمین که میچرخند مسیرشون باید بیضوی باشه و صفحه بیضی ثابت باشه، خود بیضی در صفحه بیضی ثابت باشه، قطر اطول ثابت باشه، اکسنتریسیتی بیضویت باید ثابت باشه. اینا ثابت های حرکتی هستند که از قانون حرکت نیوتن به دست میاد، از قانون 1/r2. در کاربرد قانون گرانش نیوتن برای بیان حرکت سیاره ها دور خورشید فرض بزرگ و تا اون زمان ناگفته و ناآزموده وجود دارد. خورشید، ما، سیاره ها جرم دارند و این جرم همان است که زمین هم از آن تشکیل شده است. پیشینیان هیچ وقت سخنی درباره چیستی روشنان آسمانی که آزمودنی بوده باشد نگفتند. ببینید این نکته بسیار توجه بکنید. تا زمان نیوتن کسی نگفته بود که خورشید هم از ماده‌ای درست شده که در روی زمین پیدا میشه. از عناصر شیمیایی که در روی زمین پیدا میشه خورشید هم از اون پیدا شده. حالا ممکنه ترکیب شیمیاییش متفاوت باشه با اون چیزی که در زمینه و الان خواهیم دید چطور متفاوته. یا ماه و سیاره ها هم جرم دارن و مثل از همون جرم زمینی ساخته شدن. این حرف تا زمان نیوتن از دهن کسی دیگری بیرون نیامده. سبل یه نفر از کامپیوتر بگیم بیاد اینجا.
بعد از اون تلسکوپ و اسپکتروسکوپ ساخته میشه. اولین تلسکوپ هم هلندیا ساختن ظاهرا، در همونطور که عینک و میکروسکوپ هم اونا ساختن، و گالیله کپی کرده تلسکوپ اولیش از هلندیا. گالیله یه خاصیتی هم داشت، رفرنس نمیداد به، یعنی حقوق معنوی افراد رو به صورتی که این زمان مرسوم بشناسن ظاهرا توی گالیله هم کم دیده میشه. تلسکوپ اسپکتروسکوپ ساخته می شود، بینا به خورشید و ستارگان بررسی می شود و با بینا به عناصرهای زمینی سنجیده می شود. اعلام می شود هر آنچه در آسمان است از جنس عناصرهای زمینی است. این رو آقای ویلیام و مارگارت هاگینز در 1860 اعلام می کنند. اینا من اشتباه کردم که به نیوتن نسبت دادم، ولی نیوتن جرم به خورشید و ماه و سیاره ها جرم نسبت میده و این جرم هم از نوع همون جرمی که در زمینه. حالا این دو نفر میگن که این اجرامی که در عناصری که در سیاره هستن از همون عناصری هستن که در روی زمین هم وجود داره. به این ترتیب ستارگان در ردیف خورشید قرار میگیرند و ستاره شناسی به معنای پرداختن به ستاره ها با یاری فیزیک که تا سده 19 تنها در روی زمین آزموده شده بود زاده می شود. در اونچ که در زیر می آید، نخست از خورشید، ستاره ها از نقطه نظر داده های فیزیکی، ردبندی بینابی، پیدایش و مرگ آنها به کوتاهی یاد خواهیم کرد. سپس به آرایش خوشه های کهکشانی، ستاره ای، کهکشان راه شیری، کهکشان های بیرونی و خوشه ها و برخوشه های کهکشان ها خواهیم پرداخت. قانون هابل و انبساط کیهان را اونچنان که از دست ها دریافته این بررسی خواهیم کرد. ببینید الان میدونیم که زمین هست، یک منظومه شمسی هست، منظومه شمسی عضوی از یک کهکشانه. توی این کهکشان نظایر خورشید زیاده، نه فقط اون، در جاهایی از اون تعداد زیادی ستاره ممکنه دور هم جمع شده باشن، خوشه های ستاره ای رو تشکیل بدن یا بازوهای کهکشان رو تشکیل بدن. و این کهکشان ما هم راه شیری به هیچ وجه منحصر به فرد نیست، یک کهکشان معمولیه. اطرافمون، دور برمون کهکشان های بیشتری وجود داره و این کهکشان ها خودشون یه خوشه محلی درست میکنن و خوشه های محلی دور هم جمع میشن، خوشه های بزرگتر درست میکنن و اینا رو تا اندازه بررسی خواهیم کرد. و اینکه عالم در حال انبساطه و به طوری که از رصد ها دریافتیم. برای داشتن تصور روشنی از گستردگی آنچه در آسمان میبینیم، در ناگزیر از دانستن دوری ها یه میان ستاره ای، فاصله ها در ابعاد کهکشانی و میان کهکشانی ببینیم چی هستند. راه های گوناگون دوری یابی در آسمان را از منظومه خورشیدی گرفته تا دورترین کهکشان ها خواهیم گفت. این فاصله ها بسیار بزرگ هستند. ستاره شناسان آنها را در اندازه های منظومه خورشیدی با واحد نجومی، در اندازه های کهکشانی با پارسک اندازه می گیرند. ببینید، می خواهیم ببینیم که فاصله را چطور اندازه بگیریم. در روی زمینم، شما اگر بخواید فاصله یه صفحه کاغذ، ابعاد یه صفحه کاغذ رو اندازه بگیرین، یه خطکش معمولی با دقت میلیمتری کافیه. ولی یه تراشکار اگر بخواد یه دستگاهی رو تراش بده با دقت 100 میلیمتر، اون دیگه خطکش به دردش نمیخوره و برای 100 میلیمتر باید ابزار دیگری پیدا بکنه. اگر بخواین شما فاصله تهران تا زنجان اندازه بگیرین، دیگه خطکش کفاف نمیده و دیگه اونو با سانتی متر و میلی متر اندازه نمیگیرین، یا این کیلومتر رو اختراع میکنین.
و اگر ابعاد زمین رو بخواین صحبت بکنین، 1000 کیلومتر داریم به کار میبرین. اگر بریم به منظومه شمسی بپرسیم فاصله زمین تا خورشید چقدره، خب خیلی بزرگی دیگه، اینا اینجا گفته شده 149.598 کیلومتر، 1000 کیلومتر با این واحد میسنجیم در ابعاد منظومه شمسی، و این رو میگیم یک واحد نجومی. یک واحد نجومی برابر است با فاصله میانگین زمین و خورشید. فاصله میانگین فراموش نکنید، کلمه میانگین رو، برای اینکه مدار زمین دور خورشید بیضیه و دور و نزدیک میشه بهش، این فاصله میانگینشه که گفته میشه. این یه نگاهی بکنید، خوب کار نمیکنه. بله نگاه بکنید ببین عیبش چیه. روشن که میکردم روشن میشد ولی خاموش میشد. نه بله، ولی اگر خواستیم از منظومه شمسی ببینید، این واحد رو شما میتونید بگین که فاصله مریخ تا زمین چند از واحد نجوم است، فاصله مشتری چند واحد نجومه، اورانوس چند واحد نجومی. ولی اگر خواستین از منظومه شمسی بریم بیرون، هنوز یه واحد بزرگتر لازم دارین. این واحد بزرگتر اسمش پارسکه. پارسک هم مخفف پارالکس سکند، و تعریفش اینه، شما از یه فاصله ای به منظومه شمسی نگاه بکنید و فاصله زمین و خورشید رو تحت زاویه 1 ثانیه قوسی ببینید. این فاصله برابر خواهد شد با 1 واحد نجومی تقسیم بر 1 ثانیه قوسی. ببینید 1 ثانیه قوسی واحد زاویه است که شما میتونین یه مکانی رو با ببخشین، یک ثانیه قوسی زاویه است که شما از یک فاصله دور به زمین نگاه بکنید اون رو خواهید دید. این فاصله رو 1 پارسک میگیم. خواهد شد 149,000 تقسیم بر پی تقسیم بر 80، 180 ضرب در 60 ضرب در 60. این بر حسب رادیان در آوردیم این رو، 1 ثانیه قوسی رو بر حسب رادیان اینجوری، و این میشه 3.9×10^13 کیلومتر، و نور این فاصله رو در 3.26 سال میپیماد، و نور فاصله رو که نور در 1 سال میپیماد، 300,000 کیلومتر بر ثانیه است دیگه، اون رو یه سال نوری میگیم. 1 پارسک 3.26 سال نوری است. پس بنابراین در منظومه شمسی یه خورده بال فراتر پایین تر با واحد نجومی به کار خواهیم برد. در کهکشان پارسک رو خواهیم برد که هر پارسک 3.26 سال نوریه. در خارج از کهکشان خودمون خب 1000 کیلو پارسک، میلیون کیلو پارسک، حتی میلیارد پارسک به کار خواهیم برد. و اما ستارگان چی هستن؟ خورشید یه ستاره معمولیه. مشخصه های آن اینن: 2×10^30 کیلوگرم جرمشه. شعاع خورشید، حالا اینو من 7 بخونم، 700,000 کیلومتره. 7×10^8 متر، 700,000 کیلومتر.
درخشندگی خورشید یعنی در هر ثانیه چقدر انرژی میتابونه، البته در طول موجهای الکترومغناطیسی، و واحد این انرژی را هم جول بر ثانیه، فلاکس انرژی دیگه، جول بر ثانیه بگیریم. 3·10^26 جول بر ثانیه، این رو میگیم درخشندگی خورشید. برای هر ستاره هم یه درخشندگی میتونین درست بکنین. اصطلاح انگلیسی لومیناسیتی، لومیناسیتی درخشندگی. دما خورشید درونش خیلی داغه ولی بیرونش خنک شده. دمای فوتواسفر خورشید یعنی اون قرص زرد رنگی که میبینید 5800 کلوینه، تقریبا 6000 اگر میخوایم به حافظه بسپوریم بگین 6000 کلوین. درونش برین بسیار داغتر میشه. بیرون بیاین به کرونا، به تاج خورشید برسین، حتی تا 1,000,000، 2,000,000، 2.5 میلیون درجه هم ممکنه بره، منتها تاج خورشید خیلی چیزه رقیقه. رده بینابی G2، این رو من باید توضیح بدم. رده بینادی بینابی را رده طیفی، و الان خواهم رسید بهش. برم به صفحه بعد. فراوانی عنصرهای شیمیایی یعنی نسبت جرمی خورشید، هنوز از خورشید داریم صحبت میکنیم، 71%ش هیدروژنه، 27%ش هیلیومه، فقط 1% میمونه. این دوتا رو با هم جمع بکنید 98%، 2% میمونه. 1.9% هم عنصرهای دیگره که از هیلیوم و هیدروژن سنگینن، و وقتی که منجم متال میگه منظورش تمام عناصر غیر از هیدروژن و هیلیوم که در خورشید 1.9. البته اینا یک نواخت توضیح نشدن. این هیلیوم بیشتر در مرکز ناحیه مرکزی خورشیده، برای اینکه هیدروژن ها در مرکز خورشید میسوزن تبدیل میشن به هیلیوم، و این عناصر سنگین هم پخش پلا هستن. دلایلش اگر بخوایم بدونیم باید یک تحول، درس تحول ستارگان داشته باشیم. سن خورشید 5 میلیارد ساله تقریبا، عمر احتمالیش 10 میلیارد سال، که بگیم که در نیم عمر سن خودشه خورشید در حال حاضر، و عمر احتمالی به اون میگیم که تقریبا تمام هیدروژن 71% رو بسوزونه تبدیل بکنه به هیلیوم، و بعد مراحل بعدی حالا ستاره کوتول است یا ستاره نوترونی یا سیاه چال است یا هرچی، اونا داستانهای دیگری هست. ستاره های دیگر کم و بیش مانند خورشیدند. جرم آنها ممکن است چند ده برابر بزرگتر یا چند برابر کوچکتر باشد. ممکن است چندین ده یا صد هزار برابر کم سوتر یا درخشنده تر باشند. یعنی لومینوزیتیش 100,000 برابر کمتر یا 100,000 برابر بیشتر باشه. ممکن است جوانتر یا پیرتر باشند، ممکن است کوتاه عمر یا دیرزی باشند. شما در روی کره زمین میبینین این حیوانات گنده معمولا عمرشون کمتره، مثلا فیل و کرگدن و اینا عمر کوتاهتری دارن تا این موجودات کوچکتر، یا اونایی که کمتر فعالیت میکنن عمر بیشتری دارن تا اونایی که فعالتر هستن. مثلا پرنده ها عمر کوتاهی دارن تا کلاغ که خیلی فعال نیست، همیشه از بالای درخت میپره پایین و میبره بالا.
کوتاه عمر باشن یا دیرزی باشن. این دیاگرام یکی از چیزهای معروفیه که هر منجم باید بدونه. ستاره هرچه پرجرمتر باشد، درون و بیرون اون داغتر، سوخت‌ساز آن تندتر، روشنایی آن درخشنده تر و عمرش کوتاه‌تر خواهد بود. بیشترین ماده تشکیل دهنده ستاره ها هیدروژن است و ستاره ها بیشتر عمر خود را در فاز هیدروژن سوزی می گذرانند. بنا به ستاره ها به دمای فوتوسفر اونها بستگی دارد. در اتمسفر ستاره های بسیار داغ مولکول تشکیل نمی شود. بسیاری از عناصر از جمله هیدروژن و تا اندازه هیلیوم یونیده اند. خطهای نشری و جذبی آنها در بنا به ستاره دیده نمی شود. از سوی دیگر در ستاره های خنک‌تر ممکن است مولکول های دو اتمی و سه اتمی هم یافت شود. در این صورت خطهای نشری و جذبی اتم ها و نوارهای نشری و جذبی مولکول ها در بنا به ستاره ها آشکار می شود. از این رو ستاره ها را بسته به اینکه در بنا به آنها خطها و نوارهای کدام اتم و مولکول دیده می شوند، به رده های بینابی از داغ و گرم به خنک و سرد تقسیم می کنند. توجه کردین چی دارم میگم اینجا؟ طیف ستاره ها بسته به اینکه فوتوسفرشون داغ یا خنکه با همدیگه خیلی تفاوت دارند. یک ستاره بزرگ و داغ، فوتوسفر داغ، حتی هیدروژن هم یونید است، هیلیوم هم یونید است. بنابراین خطای نشری و جذبی هیدروژن رو شما نمیبینید در این ستاره ها. ممکنه که آهن رو ببینین چندین بار یونیده شده باشه، ولی بیاین به ستاره مثل خورشید نگاه بکنیم، 6000 درجه دمای فوتوسفرشه، مقدار زیادی هیدروژن وجود داره. این هیدروژن وجود داره میتونه تحریک بشه بره بالا و خط هیدروژن رو جذب بکنه، یه فوتونی جذب بکنه، از تراز پایین بره به تراز بالا، یا از تراز بالا بیاد پایین و نشر بکنه همون رو. پس بنابراین در فوتوسفر خورشید خطای هیدروژن رو خواهید دید، تا اندازه خطای هیلیوم رو خواهید دید، خطای سدیم رو خواهید دید. اتفاقا رنگ زرد خورشید به خاطر تشعشع سدیمه. از سوی دیگر در ستاره های خنک‌تر که حتی مولکول هم میبینین و خطهای طیفی و نوارهای طیفی مولکول ها را میبینین. ولی یه ستاره ای که بزرگ، مثلا دمای فوتوسفرش 25000 درجه هست، در اونجا اصلا هیدروژن و هیلیوم خونسا هست، یونیده هستن کاملا، خطوط اینها رو نمیبینین. خطوط عناصر دیگر رو که چندین بار یونیده شده باشن ممکنه اونا رو ببینن. این خط ها هم یا جذبی هستن یا نشری هستن. خیلی خوب، پس بنابراین طیف ستاره ها با هم دیگه فرق میکنه، درخشندگیشون هم فرق میکنه. اگر ستاره ها را بر حسب قدر مطلق از کمسو به پرسو روی محور قائم و دمای فوتوسفر یا رده بینابی آنها را از گرم به سرد روی محور افقی رسم کنیم، بیشتر آنها روی یک رشته اصلی که از گوشه داغ و روشن به گوشه سرد و کمسو کشیده شده است جا می گیرند. این ستاره ها
یه ایدروژن سوز هستند و مادامی که سوخت ایدروژن آنها در لایه های درونی ستاره پایان نیافته از رشته اصلی بیرون نمی روند. بذار شکل نشون بدم. ببینید اینجا رده طیفیه، ستاره های داغ این ورن، ستاره های خنک این ورتر، و میتونین دما بذارین اینجا، این محور دما بگذارین، مثلا خورشید که اینجا هست این 6000 درجه بگذارین، این ستاره کی خنک‌تره، این یکی ستاره ام ممکنه دمای فوتوسفرش 3 درجه باشه، در عوض این ستاره او ممکنه که 25000 درجه فوتوسفرش باشه. پس بنابراین این گوشه داغ، این گوشه خنکه. روی محورم قدر مطلق ستاره، اینجا خورشید رو نوشته، قدر مطلق ستاره 5 خورشید کم و بیش. این قدر مطلق را هم تعریف خواهم کرد الان که یه عدد 5 یعنی چی. این کم و بیش لوگاریتم درخشندگیه، این محور لوگاریتم درخشندگیه و منهای لوگاریتم درخشندگیه، به طوری که پایین ستاره هایی که پایین قرار گرفتن بسیار کم سو و ستاره هایی که بالا قرار گرفتن بسیار پرسو. این ستاره قدر منهای 5، این قدرم یه چیز بدم، قدیمیان آمدن گفتن که پرسوترین ستاره ای رو که در آسمان میبینیم بگیم قدر منهای 6. نه، پرسوترین ستاره ای که با چشم برهنه میبینیم اونو بگیم قدر 0، کمسوترین رو بگیم قدر 6. اینجاها میفته، اینجاها میفته. اون وقت این، حالا بعدا خواهیم دید که این یه اسکیل لوگاریتمیه. حالا شما قدر ستاره ها رو اندازه بگیرین و دمای چیزشون هم فوتوسفرشون رو اندازه بگیرین، بیارین رو این دیاگرام رسم بکنید. مثلا یه ستاره اینجا هست، این قدرش منهای 5 و رده بینابیش یا دمای فوتوسفرش اینقدر میشه. اکثر ستاره ها در روی این خط میفتند، این رو میگن مین سیکوئنس، رشته اصلی ستاره ها. اینها ستاره هایی هستند که در مرحله ایدروژن سوزی هستند. خورشیدمون هم همینجاست، با قدر G2 گفته شد. ضمناً هر کدوم فاصله هر کدوم از اینها را F1 تا F10، G1 تا G10، K1 تا K10 و همین ترتیب 10 قسمت بکنین داخل اینها را. خورشید را G2 گفتیم، یعنی اینجا. یه تعداد ستاره هستند بسیار روشن، عددشون زیاده ولی بسیار کم چیز خنک. این روشنایی چون خنک هستند پس بنابراین شدت تابش باید براشون بیشتر باشه، کمتر باشه، ببخشید خنکن، جسم خنک کمتر تابش میکنه. ولی اگر این ستاره لومیناسیتیش بیشتره پس بنابراین باید خیلی بزرگ باشه، که با اون هر سانتی متر مربعش که دمایی کم داره دیگه،
انرژی کم تشعشع میکنه، باید سطح ستاره بسیار بسیار بزرگ باشه که این همه لومیناسیتی داره. اتفاقا این طرف محورم نگاه بکنین بد نیست، روشنایی نسبت به خورشید در اینجا 100 برابره. ببین 100 برابر خورشید ستاره، 100 برابر خورشید روشنایی داره. در عوض دماش خیلی پایینه، بنابراین هر واحد سطحش شاید 100 برابر کمتر تشعشع بکنه. بنابراین سطح این ستاره که اینجا هست باید اقلن 10,000 بار ابعادش بزرگتر از خورشید باشه تا اینکه این 100 برابر روشنایی خورشید رو بده. اینا رو میگن ستاره های غول. در عوض یه تعداد کمی ستاره هستن بسیار گرم، مثلا این ستاره، ولی بسیار کم سو. بسیار گرم یعنی هر واحد سطح از ستاره خیلی شدید تشعشع میکنه، ولی اگر انرژی کل 1/100 تشعشع خورشیده یعنی که بسیار حجمش کوچیکه. بنابراین رنگش اگر نگاه بکنی خورشید زرده، رنگ اینها سفیدتر خواهد شد چون در طول مدت‌های کوتاه‌تر تشعشع میکنن. اسمش رو بگذارم کوتوله هستند و سفید هستند. یه تعدادی هم که اینجا قرار گرفتن که اینجا ماشاءالله 10,000 برابر خورشید لومیناسیتی دارن، اون وقت قدرشون هم بین منهای 5 و منهای 10. بهتر است اینا رو بگیم ابرغول، سوپر جاینتس، جاینتس، مین سیکونس، وایت دوارفز. و اینا دیاگرام هرتسپرانگ راسل. این ستاره ها هیدروژن سوزی رو تمام کردن رفتن اینجا. این ستاره ها هم تمام کردن هیدروژن سوزیشون رو، خارج دارن میشن از اینجا تا چه سرنوشتشون چی باشه، و معمولا هم یا منفجر میشن یا کوتوله تبدیل میشن بر میگردن به اینجا. تاریخ تحولشون بگذاریم باشه برای بعد. بستگی جرم و روشنایی. ستاره هر چقدر بزرگ باشه انتظار داریم لومیناسیتیش بزرگ باشه دیگه. خورشیدمون رو معیار بگیریم، لومیناسیتی هر ستاره نسبت به لومیناسیتی خورشید، کاری که اینجا تو این دیاگرام میکنیم. مثلا این طرف روشنایی نسبت به خورشید برای خورشیدمون 1، نسبت به خودش 1، ولی برای این غولی که اینجا هست 100، برای این مین سیکونس او بی که اینجا هست 100. خب انتظار داریم ستاره هر چقدر بزرگتر باشه روشناییش هم بزرگتر باشه. چه تناسب بین اینها وجود داره؟ این فرمول یه فرمول تجربیه. جرم ستاره به جرم خورشید به توان یه A مثل L خورشید به L ستاره است. L ستاره به L خورشید است. این A هم بین 2.5 تا 4 تغییر میکنه بسته به این که ستاره در کجای این مین سیکونس باشه. فرمول کاملا تقریبی ولی بسیار به درد بخوره، مخصوصا برای منجمین که وقتی حرف میزنن بفهمن که از چی دارن حرف میزنن. این رابطه آمپریک نخستین بار از رصد ستاره های دوتایی و تخمین روشنایی رو میتونیم اندازه بگیریم. فاصله خورشید رو هم، فاصله ستاره رو هم تا خودمون بدونیم میتونیم این لومیناسیتی رو اندازه بگیریم. ولی جرم رو چطور اندازه بگیریم؟ جرم ستاره رو، جرم ستاره رو، جرم تک ستاره رو شما نمیتونی اندازه بگیرید، ولی اگر جفت ستاره باشن دور هم دیگه میچرخن
همین قوانین مکانیک نیوتونی به شما اجازه میده بگین که این ستاره هایی که دور هم میچرخن پریودشون فلانه و بیضویتشون اینا چقدره، جرم هاشون چقدره، یا اقلا نسبت جرم هاشون چقدره. پارامتر A به جرم ستاره، فراوانی شیمیایی عناصر سنگین موجود در آن بستگی دارد. جمعیت ستاره ها به باور کیهانشناسان فراوانی عنصرها در کیهان نخستین چند صد ثانیه پس از مهبانگ بیشتر هیدروژن 75% 73-75%، سپس هیلیوم 23-25%. اگر اطلاعات بیشتر در این باره میخواین، آقای دکتر خواجه‌پور یک کتاب ترجمه کرده، The First 3 Minutes، 3 دقیقه اول. اون کتاب رو من توصیه میکنم بخونید. این مطالب رو پیدا میکنید. و سپس عناصر سبک دیگر 1-2% بوده است. عنصرهای سنگین تر پس از، ببینید، کیهان اولیه، مهبانگ، اول همش نور و ماده قاطی هم هستن، بعد که خنک میشه نور و ماده اینتراکشنشون با هم دیگه محدود میشه و اون مرحله است که عناصر به وجود میاد و مخصوصا هیدروژن به وجود میاد و هیلیوم به وجود میاد، یه مقدار عناصر سبک مثل لیتیوم و ایریدیوم و از این چیزا، لیتیوم و ایریدیوم سنگینه. این کنار ایریدیوم چی قرار گرفته در جدول مندلیف؟ هرچی. ولی بعد از اون وقتی که هیدروژن میسوزه و هیلیوم میسوزه در درون ستاره ها، این حتی هیلیوم ها هم ممکنه سوخته بشن و برن تو شکم هم دیگه عناصر سنگین تر ساخته بشن. بنابراین بیشتر عناصر سنگین غیر از اینا در داخل ستاره ها تشکیل شدن و اون ستاره هایی که مردن و یا متلاشی شدن و این عناصر سنگینشون پخش شده به فضا و بعدن ستاره های نسل جدید از اونا تشکیل شده، این عناصر سنگین بر درشون متفاوت خواهد بود. بنابراین شما اگر ستاره ها را بر حسب عناصر سنگینشون بررسی بکنید، ستاره هایی که کوچک هستند، عمر زیاد میکنند، اینا ستاره هایی هستند که از زمان های بسیار دور باقی موندند، ستاره های نسل اولن، عناصر سنگین درشون کم خواهد بود. ولی ستاره هایی که بعداً تشکیل شدن و معمول و مخصوصا اگر بزرگ باشن، از زباله های ستاره های قدیمی تشکیل شدن و عناصر سنگین درشون بیشتر خواهد بود و اینها تحولشون با هم دیگه فرق میکنه، دوران تحولشون، تحول بعدیشون با هم دیگه فرق میکنه. از این نظر بسته به این که میزان فلزات، یعنی همون عناصر سنگین، وقتی که فلز میکنم یعنی غیر از هیدروژن و هیلیوم، اصطلاحات منجمین رو دارم به کار میبرم، وقتی که عناصر سنگین در ستاره رو بررسی میکنین، میبینین که اینا رو میتونین تقریبا به 2 دسته تقسیم کنین. یکی رو بگین جمعیت 1، جمعیت 2. جمعیت 2 ستارگان نسل اول و پیرند، عنصرهای سنگین در آنها کم است. ستارگان جمعیت 1 جوانترند، به هنگام زایش از گاز و غبار میان کهکشانی مقداری از خاکستر ستاره های جمعیت پیر و از میان رفته را به خود گرفتند و عنصرهای سنگین بیشتری دارند. میزان عنصرهای سنگین در چگونگی تحول ستاره ها نقش مهم دارند. پس برابر
ستاره ها را ما الان تقسیم بندی می کنیم بر مبنای رده طیفی، بر مبنای لومیناسیتی و بر مبنای اینکه جمعیت یک هستند یا جمعیت دو هستند. این جمعیت یک و دو هم درست بکنین. جمعیت دو ستارگان نسل اوله، حقش این بود که اینا را بگن جمعیت یک، ولی گفته شده دیگه. جمعیت یک جوانند و عناصر سنگین بیشتری دارن. اینا عناصر سنگین کمتر، اینا بیشتر. البته بعدا بین اینها جمعیت یک ای بی فلان یا دوی ای بی فلان، این چیزان طبق بندی شده. منظومه خورشیدی 8 سیاره بر حسب واحد نجومی مطابق جدول 1.9 بخش شدن. جدول 1.9 رو نگاه بکنیم. براتر از نپتون رو انجمن بین المللی نجوم چند سال پیش از سیاره بودن در آورد بیرون، گفت که سیارک بگیم. بله، غیر از نپتون، دورتر از نترون، یک کمربند کویپر وجود داره. مجموعه از سیارک های ریز و درشت از 30 تا 50 واحد نجومی گسترده شدند. پلوتو بود که از سیاره بودن در آورد انجمن بین المللی نجوم، IAU، International Astronomical Union. پلوتو نیز که زمان سیاره شمرده می شد در این کمربند است. نیم قطر بزرگ مدار پلوتو 40 واحد نجومی است. اون سوتر از کمربند کویپر هنوز توده های بزرگ و کوچک سرگردانی که پایبند گرانش خورشیدند در گستره وسیعی تا 1 سال نوری و بیشتر پراکنده هستند و به نام ابرهای اورت. اورت یکی از منجمین بسیار معروف لایدن هلند، به نام ایشون نامگذاری شده، شناخته شدند. این منظومه خورشیدی. منظومه خورشیدی 3 تا همسایه نزدیک داره که با چشم برهنم دیده میشوند، عبارتند از الفا قنتورس، الفا سنتاری، در فاصله 1.3 سال نوری، تقریبا 1.3 پارسک که 4 سال نوری میشه. ستاره بارنارد ستاره کمسویی در فاصله 1.8، اینو به 4.34 بود، 3.36 بود، ضرب بکنید بر از سال نوری بهتر میتونه یادتونه. ستاره شباهنگ شهرهای یمانی یا سیریوس در فاصله 2.6 پارسک، اینها هم همسایه های خورشیدن. لابد به هم دیگه نیروی گرانشی وارد میکنن، منتها از این فاصله های 2.6، 1.8، 1.3 باید خیلی کمتر باشه. ولی این ابرهای اورت هنوز در سیطره گرانش خورشید قرار گرفتن و به نظر میرسه در مدارهای حالا یا بیضوی یا دایروی یا حتی حوزلولی و سهمی حرکت میکنن. آرایش اجرام کیهانی کهکشان ها. دهه 1920 بود که ما فهمیدیم کهکشانی غیر از کهکشان ما وجود داره. ببینید 100 سال بیشتر نمیگذره، 102 سال، 100 سال، 98 سال، 1924 که تقریبا منجمین قانع شدن اون ابرهای کمسوی که در آسمان، محوی که در آسمان میدیدند، اونها کهکشانه. از دهه 1920 به این سو که معلوم شد بجز راه شیری کهکشانهای دیگری بیرون از راه شیری وجود دارند، ردبندی آنها از نظر شکل، ساختار و مشخصهای دیگر آغاز شد. حالا ستاره ها را ردبندی کردیم، کهکشانها را ردبندی بکنیم. این بد نیست. منظومه شمسی این. تیر 14 واحد نجومی،
زهره 75 صدم، زمین که یکی خود بنا به تعریف، بهرام 1.5، مریخ، برجیس 5، کیوان 10 واحد نجومه، اورانوس 20، نپتون 30، پلوتو هم گفتیم 40. و بعد از 40 هم تا اینجاها تا یک سال نوری شما میتونین هنوز ابرای اورت رو بینید. ببخشید تا ابرای کمربند کویپر اینجا هاست و خیلی دورتر ابرای اورتن. برابر حالا که کهکشان ها رو طبق بندی میخواییم بکنیم. کهکشان ها کهکشان راه شیری ما تقریبا بگم یه همچین چیزی بین این دوتاست. یه هسته مرکزی داره، بازوها دورش پیچیده. حالا این بازوها ممکنه فشرده پیچیده باشن یا باز باشن یا خیلی باز باشن. اینا سپایرل گلکسی میگن. اینا رو سپایرل گلکسی A, B, C بسته به اینکه این بازوها خیلی زیاد پیچیده، هنگ هم پیچیدن یا بازن نسبتاً. کهکشان ما اگر اشتباه نکنم کهکشان SB نه خیلی سخت پیچیده بازوهاش، نه خیلی بازه. یه دست از کهکشان های مارپیچی هستن، بازو دارن، منتها یه میله هم در وسط شونه. مرکز کهکشان یه میله تقریبا صاف و بعد سر میله ها این بازوها. اینا رو میگن سپایرل بارد. بارد سپایرلز، بار به معنای میله. بازم بازوها اگر خیلی پیچیده نباشن، خیلی پیچیده باشن A، کم پیچیده باشن B، کمتر پیچیده باشن C. تعدادی هم هستند در هیچ کدوم از این طبق بندی نمی کنجن، بیزوی هن مثل اینا، بازو درشون دیده نمیشه. ببین این بیزیه، بیزی کشیده تره، این بیزی تقریبا خیلی نزدیک به کره است. الیپتیکال 0.37 طبق بندی میکنین. این صفرش تقریبا کره ایه، بازو نداره. بعد ای یکش، ای دوش و ای سهش میرسه به این، ای چهار، ای پنج، ای شیش، ای هفت میرسه به این. اون وقت یه دی بعضی کره ها هم هستن که اون میله رو دارن، سفریکال بارد زیرو. این زیروش به معنی که بیضویت نداره. یه تعداد کهکشان های کوچکم هستن، نظمی نمیشه براشون شناخت، مثل این و فراوونن، در هیچ کدوم از اینا نمی گنجه. ایرگولار کهکشان های بی نظم. این کهکشان ها مال توابندی هابل. هابل یه رصد کننده بسیار بسیار جدی و پیگیری بود. تمام عمرشو به رصد گذرونده و غیر از رصد هم هیچ تئوری نمیدونه. خب برگردم از روی متن بخونم. کهکشان راه شیری کم و بیش از چقدر چی بخونم؟ این چقدر میشه؟
200 میلیارد ستاره. مقدار زیاد گاز و غبار میان ستاره تشکیل شده یک کهکشان مارپیچی میله است. صفحه کهکشان از 4 بازوی بزرگ و 2 بازوی کوچک درست شده است. خورشید در بازوی کوچک اوراین به فاصله 8 کیلو پارسک از مرکز کهکشان و 6 پارسک بالای صفحه کهکشان قرار داره. یه بارد سپایرل گفتیم، مثل اینکه اینو تقریبا گفتیم. خورشید همچین چیزیه، بارد سپایرل. یا شاید هم اینه. از صفحه کهکشان خورشید به فاصله 8 کیلو پارسک از صفحه کهکشان، این تقریبا به 3.65 ضرب بکنید چند سال نوری میشه؟ 20,000 سال نوری بگیم. فقط 6 پارسک از سطح کهکشان بالاتر، صفحه کهکشان بالاتره. قطر کهکشان راهشیری کم و بیش 30 کیلو پارسکه و ضخامت آن 3 کیلو پارسک. 8 کیلو پارسک یادمون نره ها. قطر کهکشان راهشیری کم و بیش 30 کیلو پارسک، ضخامت آن هم 3 کیلو پارسک. خورشید در 6 پارسکی از صفحه کهکشان قرار گرفته، ولی 3 کیلو پارسکه. کهکشان راهشیری مانند هر کهکشان مارپیچی دیگر به دور خود میچرخد. چرخش آن دیفرانسیلی است. چرخش دیفرانسیلی به این معنا مثل یه جسم صلب نمیچرخه و شما یه مقدار روغن بریزین روی آب که روغن رو ببینین و بعد این رو با یه قاشق چیزی بچرخونین، خواهید دید که این میچرخه، قسمت‌های مختلف این لکه روغنی با سرعت‌های متفاوت میچرخن. این دیفرانسیل روتیشن به اون معناست. چرخش آن دیفرانسیلیست. دوره چرخش در جایی که خورشید است 230 میلیون سال است. یعنی خورشید هر 230 میلیون سال یک بار دور میزنه صفحه کهکشان رو، میاد سر جاش. عمر کهکشان را هم اگر حدود حالا بگیم 10 میلیارد سال باشه، میتونین حساب بکنین ببینین که چند دور خورشید دور کهکشان چرخیده. در وسط کهکشان راهشیری برآمدگی کروی بزرگی جا دارد، از انبوهی ستاره تشکیل شده است. باور بر این است که سیاه‌چاله بزرگی با جرم چندین میلیون برابر خورشید در مرکز برآمدگی وجود دارد. راهشیری افزون بر بازوها و برآمدگی مرکزی با هاله کروی با گستردگی چندین برابر قطر خورشید، قطر خود کهکشان پوشانده شده است. ستاره های هاله پیر و جمعیت دو هستند. به صورت پراکنده توده های از گاز و غبار نخستین نیز در هاله دیده می شود. ستاره های جمعیت یک جوان هستند و گاز و غبار در بازوها و در برآمدگی مرکزی جا دارند. ببین تصویری که الان به شما داد، یک صفحه در نظر بگیرین قربیل مانند کهکشان باشه. این یه توده مرکزی داره، بگیم هسته مرکزی کهکشان، و اینجا توصیف شد بزرگی چقدره. باور بر اینه که یک چیزه، چی گفتم الان، سیاه‌چاله است. سیاه‌چاله بزرگیه، چندین میلیون برابر خورشید جرم میشه و بسیار بسیار هم فعاله. یه اکتیو، یه داستانی هست به نام اکتیو گالاکتیک نوکلیای،
کهکشان هایی که قسمت مرکزیشون بسیار بسیار فعاله. خودش یه بحث بسیار مفصلیه در نجوم. اون وقت بازوها درش هستند، ولی این فقط این نیست. شما یک کره به بزرگی همین 30 کیلو پارسکی که در اینجا گفتی شد به فاصله 30 کیلو پارسک و خیلی بزرگتر از این در نظر بگیرین، روی این کره خوشه های ستاره ای و ستاره های منفرد و احیانا ابر و گاز، این ستاره ها و این خوشه ها و این ابرها بازمانده های نخستین کیهان هستند. پس بنابراین فلز درشون کم پیدا خواهد شد و جمعیت دو باید اینا رو بنامیم. در عوض ستاره هایی که در صفحه کهکشان قرار گرفتن و در بازوهای کهکشانی، اونها از نظر متالیسیتی میزان فلزیشون بیشتره و جمعیت یک قرار شد. اینا رو میگم ستاره های جوانی هن. و این تصویری از کهکشان ماست. حالا این من اصرارم اینه که اینا رو بگم، اینا دوربر خودمون میشناسیم و نظایر اینها در عالم فراونه. این ابرایی که دوره کهکشان رای چیه؟ یعنی همون ابرای ماجلان هن یا یه چیز دیگه استون؟ نه، ابرای ماجلان هنوز دورترن. ابرای ماجلان هنوز دورترن. این تقریبا تصویری است که از کهکشان خودمون داریم. مارپیچی است و بارده میله داره. بازو از سر این بال بار آمدن بیرون، یکی این دومی و خورشید در اینجا قرار گرفته، از این سرش این رو به پیگیری بکنین یا نمیدونم این رو به پی بگیرین یا اینجا این رو پی بگیرین. این تصویری است که از کهکشان خودمون داریم. البته با هیچ تلسکوپی دیده نشده ها. ما داخل اینجا هستیم، نمیتونیم از این همه عکس برداری بکنیم. این عکس نیست، این ساخته شده، باز سازی شده از رصد هاست. سوال بود؟ یه سوال خدمتتون عرض کنم که الان فرمودین که اون چیزی که حالا اون برآمدگی بزرگی که در اون وسط وجود داره اینو بهش میگن سیاه‌چاله. الان نگفتم میگن سیاه‌چاله، گفتم باور بر اینه که در اینجا یه سیاه‌چاله بزرگی، نه این همه، این خیلی خیلی بزرگه در این وسط. آها. در این وسط، این خیلی خیلی وسط، این که اینجا دیده نمیشه. درست. بله. خب اگر ما فرض بکنیم این سیاه چاله است، یعنی یه جورایی همه اون کهکشان رو داره به مرور زمان خودش میکشه دیگه، اگر فرض کنیم سیاه چاله بوده باشه. انگلر مومنتوم نمیذاره. آها. اینا به هم که نزدیک میشن همه رو نمیتونه بخوره. اینجا کلی انگلر مومنتوم هست، این انگلر مومنتوم نمیذاره که خورشیدی که در اینجا هست نزدیک بشه به یه سپایرل دور بزنه و بیفته اینجا. درسته. بله. پخشیدگی ستاره در بازوها و حاله کهکشان همگین نیست. گوشه های ستاره فراوانی با چند ده میلیون ستاره دارن دیده می شود. برخی از این خوش‌ها شکل کروی به خود گرفتند و به همین نام شناخته می‌شوند.
گوشه های ستاره کروی بیشتر در حاله کهکشان جا دارن. حالا رو فهمیدین چیه؟ ببینید این صفحه است، ضخامتش هم گفتیم که 3 کیلو پارسک. ولی یک کره در تصور بکنید به ابعاد 30 و 40 کیلو پارسک کره. وقت توی این کره این ستا و اونو بگیم حاله، بخشیدگی ستاره در بازوها و حاله کهکشان همگین نیست. منظور از حاله اون کره است. گوشه های کوچکتر بیشتر در صفحه کهکشان در بازوها و برآمدگی های مرکزی راشیدی هستند. جوان و جمعیت یک هستند. شکل منظمی ندارند و به نام خوشهای کهکشانی به این معنی که در صفحه کهکشان راه شیرین نامیده میشن. در 1994 رصد در طول موجهای فرود سرخ 20 نانومتر نشان داد در پشت ابرهای گاز و غبار در صورت فلکی قوس ساجیتریس و در آن سوی برآمدگی مرکزی راه شیری، اینجاها رو داره میگه ها، در اینجاها این برآمدگی راه شیری و ما اینجا هستیم، اون سو برای ما اینجاها میشه. ببینید شما هیچ وقت این طرف رو نمیتونین ببینین، در نور مرئی نمیبینین، برای اینکه این همه ابر و غبار که اینجا هست جلو اینا رو میگیره. اصلا در طیف مرئی این قسمت از کهکشان رو یه مخروط به این بزرگی بگیرین نمیبینین، اطراف رو میبینین. ولی 20 نانومتر طول موج بسیار بلندی، میاد رد میشه و میتونیم ببینین. بنابراین در 1994 در طول موج 20 نانومتر که این تیکه شفاف براش، ما در این طرف یک ببینیم چی دیدیم، فکر میکنم سیاه شاله دیدیم. کجا شد اون دوزار؟ در 1994 رصد در طول موجهای فرود سرخ نشان داد در پشت ابرهای گاز و غبار در صورت فلکی قوس و در اون سوی برآمدگی مرکزی راه شیری. نشون دادم بهتون چی دارم میگم. اون سو نسبت به زمین یک کهکشان کوتوله بیضوی در درون راه شیری پنهان شده است. ببینید در درون راه شیری یک کهکشان کوتوله بیضوی گون پنهان شده است. گستردگی آن 10,000 سال نوری برآورد شده است تا ما. البته دور راه شیری در مداری عمود بر صفحه کهکشان و به شعاع 50,000 سال نوری میچرخد. ببینید این مدار اگر تجسم بکنید تو صفحه کهکشان نمیچرخه، عمود بر صفحه کهکشان میچرخه. ستاره هایش جمعیت دو اند و گاز و غباری در آن دیده نمی شود. کهکشان راه شیری را چند دور زده و هر بار تعدادی از ستاره خود را در پشت سر جا گذاشته است. این کهکشان بیزیگون ساجیتریس دیژنریس DEG نمیدونم چی، الان بخونه ببین نام گرفته. چنین به نظر می رسد در گذشته های دور توسط راه شیری بلعیده شده و کم کم در راه شیری تحلیل می رود. آسمان خیلی شلوغه. در 2003 در صورت آسمانی کلب اکبر، کلب اکبر انگلیسی چی میشه؟ سگ بزرگ میشه کلبک. سگ بزرگ انگلیسیش میخوام پیدا بکنم. یه چیزی اون سگ DEG نمیشه اون اسیدیش برای صورت فلکیش دی دورف ای و نوع
صداتون نمیاد، صداتون نمیاد، نقل میدم. میگم اون کهکشان سگ دی ای جی اولش نمیشه مخفف صورت فلکیش دیش دورف ایش نوع بیزیگونش دیم مخفف گلکسی دورف الیپتیک گلکسی. الان یادم افتاد ساجیتریس دورف الیپتیک گلکسی بیزیگون کتوله بیزیگون کهکشان کتوله بیزیگون دورف الیپتیک گلکسی. بله درست شد. خب 2003 ببینیم چی پیدا کردیم. در صورت آسمانی کلب رو چی میگن؟ اسم انگلیسی شو بالش میگردم یادم میفته لم میگم. سلام درست شد؟ از درایوی سیش پر شده بود. ممنونم، تشکر، مرسی. خب من مثل اینکه باید تمام بکنم منطقه اینم استاد اینو من چیز یادم کانسلیشن کانسلیشن میشه سگ بزرگ. نه کانسلیشن یعنی چیز صورت سماوی رو میشه کانسلیشن. کانیس میجورس. بله کانیس در لاتین به معنی سگ دیگه. کانیس ایتالیایی به سگ میگه کانو. بله کانیس میجورس دوارف. کانیس میجورس دوارف خود گرفته گفته می شود کانیس میجورس دوارف نیز کهکشان بیرون از راه شیری بوده و در گذشته های دور توسط راه شیری بلعیده شده. بقیهش بمونه برای دفعه دیگه. سوال داریم بپرسید. بخونید اینا داستانه، چیز زیادی نداره استاد. بله بیناب رو اول جلسه فرمون میفرمایین چی است بالاخره؟ بیناب یعنی چی؟ کیف شما یه عدسی بگیرین نور جلوی نور خورشید، یه اسپکتروسکوپ بگیرین نور خورشید، این نور خورشید رو تجزیه میکنه به رنگ‌های مختلفش و روی این قسمت‌های مختلف بعضی جاها خطای تاریک می‌بینید. اینا رو میگن تیف. شما یه تیکه آهن رو از کوره در بیارین بیرون و تشعشع میکنه، جلوی یک عدسی بگذارین، نور این رو تجزیه میکنه و روی نور تجزیه شده شما بعضی خطا میبینین که اون اتمای آهن تشعشع کردن. یا اگر بیاین یه خورده نمک بپاشین روی شعله آتش بلافاصله رنگ زرد میبینید. این رنگ زرد رو اگر تجزیه بکنید در ناحیه 5960 الی 66 انگستروم قرار گرفته. این خط مخصوص سدیمه، این خط نشتی مخصوص سدیمه و اینو میگیم طیف سدیم. حالا اگر نور زرد بتابونیم به سدیم، سدیم که تبخیر شده و مولکوله، این خط جذبی رو میتونه، این خط رو میتونه جذب بکنه. یه قاعده هست در مورد اجسام، هر جسم هر چی را که تشعشع بکنه همون رو میتونه جذب بکنه. از قوانین کوانتوم مکانیک هم میتونین این رو به دست بیارین. اگر در استیت پایین باشه یه انرژی بدین، به یه فوتونی بدین بهش میبره بالا، جذب میکنه اون فوتون رو. اگر در استیت بالا باشه اون فوتون رو میاد پایین و اون فوتون رو بهتون تحویل میده و در این صورت میگیم طیف نشتیه. نمیدونم طیف دارم در اینجا یکی نشون بدم بهتون یا نه.
باش همراه با تو این فصل نداریم استاد. این فصل نداریم. نه میدونم این طیف های نشتی و جذبی اینا رو دیدیم قبلا. بله. مال یکی از این ستاره ها رو میدیدیم. یک کتاب نجومی ساده بگیر معمولی بگیرین رو میتونین درش ببینین. الان اگه دم دستم باشه نشون میدم که اونم نمیبینم. بسیار خوب. سوال دیگر؟ حرفی نداریم بزنین. ممنون استاد، خسته نباشید. سوالی نیست، خسته نباشید. مرسی. خداحافظ. خداحافظ.